اگر این ولایتگرایان باطنیهی که در زیر لواء CIA و موساد فلسطین رو در دست بگیرند، شرعن با اونها جهاد واجبه، همچنان که صلاح الدین ایوبی با باطنیه فاطمیه جهاد کرد. اینا اولین دشمنان اسلامن و خطرناکترینشون، همچنان که از دست صهیونیست‌ها باید آزاد بشه. و من تلفن ها رو بعد از چند دقیقه باز میکنم. این جنگ و کشمکش، این درگیری ها بین دو دشمن کینه توز امت اسلام، باطنیه در شرق و صلیبیان در جای دیگه، بیشتر از این خواهد شد و بی‌نظمی های زیادی رخ خواهد داد. و حدیث نبوی از این فتنه ها پرده برداشته، لیکن نهایت به نفع امت اسلام خواهد بود. لیکن پرده ها از چشم ها برداشته خواهد شد و مردم دشمنان واقعی خودشون را خواهند شناخت، هم روباهان مکار ولایت باز را که در صدد تکرار گام به گام و حرف به حرف نقشه های صفوی باطنیه هستند، با هم دشمنان صهیونیست و صلیبی را که اینک خون مردم و به وسیله دوکرانشان می مکن. هیچ کدوم از این دشمن ها کم نیست. Mm-hmm.